بود انجام بدیم و تاثیر این تلاش ها بر قیمت شرکت لحاظ نشه، ممکنه افزایش سود با کاهش قیمت سهام همراه باشه که در این حالت ثروت سهامداران لزوما افزایش پیدا نمیکنه و بهینه نمیشه. مثلا شرکت ممکنه که طرحهای پر ریسک رو برای سرمایه‌گذاری انتخاب بکنه که این امر باعث افزایش ریسک شرکت میشه و قیمت سهام یعنی پی‌دی که قبلا بهش اشاره کردیم کاهش پیدا بکنه، که در این صورت اون ریسک ایجاد شده هم یه جورایی از بین میره چون قیمت سهام کاهش پیدا میکنه و ثروت سهامداران به صورت بهینه افزایش پیدا نمیکنه. بنابراین باید حواسمون باشه که بیشینه یا حداکثر کردن سود نمیتونه به تنهایی هدف خوبی برای مدیریت مالی و مدیریت شرکت باشه. حالا که هدف اصلی مدیریت مالی یعنی بیشینه کردن ثروت سهامداران مشخص شد، باید ببینیم که مدیر مالی چه مؤلفه‌های کمی رو باید دنبال بکنه تا این هدف محقق بشه. مدیر مالی برای این کار یعنی به حداکثر رسوندن ثروت سهامداران سه هدف کمی رو باید دنبال بکنه. اون سه هدف کمی اینا هستن: یکی تعیین اندازه شرکت و نرخ رشد عادی اون که در مورد اون صحبت می‌کنیم که اصلا اندازه شرکت هست و رشدش به چه معنی هست. یکی تعیین بهترین ترکیب دارایی‌های شرکت هست، یعنی منابعی رو که مدیر مالی جذب می‌کنه رو به چه صورتی مصرف کنه و صرف خرید و سرمایه‌گذاری در چه دارایی‌هایی بکنه. و دیگری هم تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت است، یعنی اینکه از چه محل‌هایی سرمایه رو جذب بکنه، آیا وام بگیره، سهام جدید منتشر بکنه و بفروشه، یا اینکه از سود انباشته استفاده بکنه. به این مبحث ما می‌گیم مبحث ساختار سرمایه، که مبحث بسیار مهمی هست در رشته مدیریت مالی. حالا بریم به سراغ تعیین اندازه شرکت و نرخ رشد عادیش. اندازه شرکت با توجه به ارزش کل دارایی‌هایی که در اختیار داره تعیین میشه، یعنی سمت راست ترازنامه. مدیر مالی وظیفه داره مقدار هر کدوم از مؤلفه‌های دارایی‌ها مثل وجه نقد، مثل ماشین‌آلات، زمین و سایر موارد و رشد اونها رو به گونه‌ای تنظیم بکنه که دو تا مسئله محقق بشه: یکی سود مناسب حاصل بشه از دارایی‌ها و یکی اینکه این سود در آینده بتونه رشد کنه. یعنی به طور مثال ماشین‌آلات به میزان کافی باشن که سود شرکت مناسب باشه و همچنین امکان افزایش سود در آینده وجود داشته باشه، حالا چه از طریق افزایش مثلا قیمت فروش، چه از طریق افزایش ظرفیت تولید و چه از طریق کاهش هزینه های تولید. پس بعد مدیر مالی مقدار دارایی ها رو با توجه به دو مؤلفه ای که اینجا گفتیم تعیین بکنه. همونطور که گفتیم یکی دیگر از وظایف مدیریت مالی تعیین بهترین ترکیب دارایی های شرکت هست. مدیر مالی برای این کار به دو تا مسئله توجه میکنه: یکی این که به ازای ریسک مشخص بیشترین میزان بازدهی وجود داشته باشه، یعنی اگه دو تا گزینه سرمایه گذاری داشته باشه که هر کدومشون مقدار خاصی ریسک دارن، بالا با توجه به اون مؤلفه که ریسک تعیین میشه، اون مؤلفه رو انتخاب بکنه که میزان بازدهی بیشتری داره. به طور مثال ریسک سرمایه گذاری در یک پروژه با پروژه دیگری برابر هست، اما پروژه اول 30% بازدهی داره، پروژه دوم 45%. خب باید پروژه دوم رو انتخاب کنه چون با ریسک مشخص بازدهی بیشتری داره. دوم این که به ازای بازدهی مشخص کمترین میزان ریسک وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه سرمایه‌گذاری در یک پروژه که میزان ریسک خاصی داره 20% بازدهی داره و سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی که اصلاً ریسک نداره هم 20% بازدهی داره، خب مدیر مالی مسلماً سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی رو انتخاب میکنه. مثال هم همین هست: هنگامی که شرکت به این نتیجه رسیده که امکان افزایش فروش بر چند سال آینده وجود نداره، مثلا ببینه که بازار اشتباه شده، پول خودش رو دیگه صرف خرید ماشین‌آلات، زمین و ساختمون که باعث افزایش تولید میشه نمیکنه چون دیگه امکان افزایش فروش نداره، بلکه در بانک سرمایه گذاری میکنه. در حقیقت شرکت باید تصمیم بگیره که در چه زمانی کدوم دارایی رو در اختیار داشته باشه: سپرده بانکی، زمین، ساختمون، ماشین‌آلات و یا هر چیز دیگه. هدف کمی سومی که مدیر مالی باید به دنبال اون باشه تا ثروت سهامداران به حداکثر برسه، تعیین ترکیب منابع شرکت یا تعیین ساختار سرمایه شرکت است. یکی از مهمترین وظایف مدیریت مالی اینه که این ساختار سرمایه رو مدیریت و تنظیم بکنه. این مسئله که چه مقدار از سرمایه مورد نیاز شرکت از طریق فروش سهام و یا استفاده از حقوق صاحبان سهام به دست میاد و چه مقدارش هم از طریق وام در واقع جذب میشه، خیلی اهمیت زیادی داره، به ویژه در بحث مدیریت ریسک شرکت. مثلا آیا برای یک پروژه جدید بهتره که شرکت وام بگیره یا اینکه از حقوق صاحبان سهام استفاده بکنه؟ پاسخ به این سوال رو مدیر مالی در یک شرکت میده. پس ما تا اینجا مشخص کردیم که هدف اصلی مدیریت مالی چیه، که بیشینه کردن ثروت سهامداران بود، چگونه باید به این هدف برسه که دنبال کردن سه هدف کمی بود که در مورد اونها هم صحبت کردیم. حالا باید ببینیم که اون حرکت رو، اون کارها رو در چه محیطی باید انجام بده. مثل همه فعالیت مدیریت مالی هم تحت تاثیر متغیرهای بیرونی هست. متغیرهای بیرونی که بر مدیریت مالی اثر می‌ذارن تو 4 دسته قابل تقسیم هستن: یکی ویژگی‌های سازمان‌های تجاری هست، محیط اقتصاد هست، بازارهای مالی و واسطه‌ها هستن و در نهایت بحث مالیات است. 4 دسته متغیر بر فعالیت‌های مدیریت مالی اثرگذار هستن.
حالا به بررسی تک تک اونها میپردازیم. در ابتدا به ویژگی های سازمان های تجاری میپردازیم. ما منظورمون از ویژگی های سازمان های تجاری در اینجا بحث تملک و مدیریت هست. ما 3 نوع شرکت داریم. شرکت هایی که مالکیت انفرادی دارن، شرکت هایی که شرکت تضامنی هستن و به عنوان تضامنی اونها رو میشه. Giới thiệu bạn, đây là cây hoa dâm bụt. Mang ngay cục sạc đa năng lên cho bố đi, mang ngay. Đây các bạn, cái hoa dâm bụt này. Hoa rất đẹp. Còn à, bên đây là cây hoa hồng các bạn nhé. Đấy, cây hoa hồng đây. Đây cây hoa giấy và cây